خب درود به دوستان و همراهان عزیز هموطنان عزیزم امروز برابر با هفته اکتبر 2023 برابر با 15 مهر در خدمت شما هستم با یه برنامه لایو یوتیوبی درباره نبرد اسرائیل و حماس مصادف با پنجمین سال جنگ یوم کیپور یه لحظه من صدا رو تست بکنم دوستان اگه من صدا اوکی هست به من اطلاع بدن ممنون میشم خب بله نبرد اسرائیل و حماس در پنجمین سال جنگ یومکیپور که دقیقا 6 اکتبر 1973 یعنی یک روز پیش اگر برگردیم به 50 سال پیش نبرد بین عرب و اسرائیل شکل گرفت و الان هم به نظر میرسه که آنچه که در اسرائیل در حال روخ دادن هست در نبرد بین اسرائیل و حماس تلاشی است از طرف حماس و دیگر گروه های فلسطینی که برخی از این گروه های تروریستی دارن سرحیم میکنن از جمله خود حماس و برخی دیگر از گروه های تروریستی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن این پیام رو بدن که این نبرد بین اسرائیل و اعراب و اساسا جنگ ب... در واقع بین فلسطینیان و اسرائیل از نگاه اونها باید ادامه داشته باشه و اونها عملا دارن تریز تلاش میکنن که به... در واقع به این آتش نفت بریزن و این آتش جنگ و نبرد همواره روشن باشه الان با توجه به اینکه هنوز 24 ساعت کاملا دقیقا نگذشته از اتفاقاتی که رخ داده به نظر میرسه که باید دست کم 48 ساعت تا 72 ساعت سب بکنیم ببینیم که تحولات به کدام سمت خواهد رفت از نقطه نظر میدانی و بعد بتونیم که یک تحلیل نسبتا دقیق داشته باشیم ولی به حال لازم هستش که الان که چندین ساعت از حمله قافلگرانه حماس گذشته بتونیم تجربه بکنیم تغییر و تحولات رو و بتونیم ببینیم که در 48 ساعت آینده دو ساعت آینده و در ادامه در روزها و هفته آینده احتمالا شاید چه تحولاتی خواهیم بود من از دوستان سپاس گذارم که الان در این لایو یوتیوبی بنده رو همراهی میکنن دوستان عزیز آرپی نادیا جیواگوی عزیز زینب قیاسوند ایران شهر و بقیه دوستان خیلی ممنونم از شما سورانا و بقیه دوستان خب ببینید همونطور که اشاره کردم الان ما شاهد این نبرد بین حماس و اسرائیل هستیم من سعی میکنم که الان بپردازم به اینکه عواملی که باعث شده حماس دست به چنین اقدامی بزنه چه هست و بعد میام استراتژی جنگی اسرائیل رو در برابر این اقدام تروریستی حماس توضیح میدم بعد میرم در مورد تاثیر این مجموعه تحولات چه الان و چه احتمالا در آینده بر روند عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان به این میپردازم و در مرحله آخر هم میام در مورد واکنش احتمالی دولت بایدن و حتی کشورهای منطقه توضیح میدم خب الان با توجه به اینکه خب این تغییر و تحولات رو شاید هستیم به این نظر میرسه که حماس سعی میکنه که در درجه اول این پیام رو بده همونطور که اشاره کردم که با توجه به اینکه 50 سالگی جنگ عرب و اسرائیل رو شاید هستیم میخواد که آتش جنگ بین فلسطین و اسرائیل همواره شعله باشه یعنی این دلیل اصلی این اقدام حماس هستش اونا سعی کردن که همین چند روز پیش خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صحبتی رو کرد و گفتش که تلاش کشورهای منطقه برای عادیسازی روابط با اسرائیل شرط بندی روی اسب بازنده هست بنابراین به نظر میرسه بخشی از انگیزه حماس در سایه اون همکاریهایی که با جمهوری اسلامی دارن و حتی حزب الله با توجه به اینکه همین سه ماه پیش بود که فکر می‌کنم رهبر جمهوری اسلامی با اسماعیل هنیه دیدار داشت بنابراین اونها سعی میکنن که با توجه به این صحبت خامنه‌ای به نوعی اون روند عادیسازی روابط بین عربستان و اسرائیل و کل توافقات ابراهیم رو به نوعی سابوتاج میکنن چون به هر حال این یک واقعیت هستش که اگر روابط عربستان و اسرائیل عادی بشه در میان مدت و دراز مدت که به نظر من این یک واقعیت جیوپلیتیک اجتناب نپذیر ای هستش چه دومی اسلامی بخواد و چه نخواد این امر رخ دا خواهد داد البته این یک روند هست یک شبه قرار نیست اتفاق بیفته ولی به هر حال جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که این روند رو سابوتاژ میکنه و این اقدام حماس حمله قافلگیرانه حماس هم در راستای همین تلاش های جمهوری اسلامی هست برای سابوتاژ کردن یا از بین بردن یا ایجاد خلل در روند عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان که من فکر میکنم در درازمدت نتیجه نخواهد داد درسته ما واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم حمله غافل ایران اسرائیل یک ضربه ای به اسرائیل هست ولی من اینجا را استدعا خواهم کرد که چرا این ضربه موقت و کوتاه مدت هست و در میان مدت و دراز مدت اتفاقا حتی ممکنه نتیجه عکس داشته باشه برای حماس و برخی دیگر از گروه تروریستی که این اقدام را انجام دادن پس این دلیل اول هست یعنی سابوتاج روند عادی سازی، روابط عربستان و اسرائیل مصادف پنج و پنجمین سال جنگ عرب و اسرائیل یعنی جنگ یونکیپور دومین دلیل این هستش که ما شاهد در خود اون مناطق فلسطینی هم شاهد نوعی درگیری و جنگ بر سر قدرت هستیم بین گروه های سیاسی مختلف یعنی بین حماس و تشکیلات خودگران فلسطین و بعضاً جنبش فتح یعنی خود این نیروها و گروه های فلسطینی با همدیگه درگیر هستند و به نوعی جنگ بر سر قدرت هست که اونها رو در برخی مقاطع وادار میکنه که دست به چنین اقداماتی بزنند به طور مشخص الان با توجه به اینکه تشکیلات خودگران فلسطین از لحاظ محبوبیت و حتی مشروعیت به نوعی در موزه ضعف قرار داره حماس داره تلاش میکنه که خودش رو از طریق اینجور اقدامات در برابر اصلاحی این نوع حملات به نوعی مدافع خواسته مردم فلسطین جلوه بکنه اینطوری وانمود بکنه و عملا خودش رو به عنوان یک به عنوان نماینده فلسطینیان معرفی بکنه و جا بزنه به خاطر همین داره سعی میکنه که از شرایط سو استفاده بکنه و با دمیدن در این آتش جنگ بین خودش و اسرائیل به این هدف راهبردی خودش برسه و مسئله سوم یعنی دلیل سوم هم که الان ما شاهد این درگیری هستیم اون به خاطر منازعات سیاسی هستش که در درون خود اسرائیل در طول موهای گذشته وجود داشته به طور مشخص به خاطر اون اصلاحات قضایی که دولت نتانیاهو در دستور کار قرار داده بود و بعضا در برخی مقاطع تهدید کرده بودن نیروهای ذخیره نیروی هوایی ارتش اسرائیل که از خدمت سرباز خواهند زد بعضا شاید این اقدامات انجام شد ولی به هر حال این منازعه سیاسی تاثیر خیلی مثبتی نداشت در درون اسرائیل برای خود دولت نتانیاهو به خاطر همین جهاد اسلامی حماس و این گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی حمایت میکنه در منطقه حالا در بود مسئله فلسطین اینها ارزیابی اونها این هست یعنی اون محاسبه که کردن این بوده که الان بهترین زمان است که بتونن یک جبهه جنگی رو از چندین جهت به روی اسرائیل باز بکنن و عملا وارد جنگ با اسرائیل بشن چون احساس میکنن که اسرائیل الان در موضع زنف قرار داره و این درگیری ها و جنگ هم بین اسرائیل و گروه های فلسطینی از جمله حماس و حتی حزب الله لبنان و جهاد اسلامی این اولین بار نیست که رخ داده در طول 20 سال گذشته این به حال واضح هست یعنی ما سه تا جنگ در مقیاس بزرگ رو داشتیم بین اسرائیل و حماس و حزب الله در طول 20 سال گذشته از جمله بین جولای و آگوست 2006 که جنگ 34 روزه بود بین حزب الله لبنان و اسرائیل بین دسامبر 2008 تا ژانویه 2009 جنگ 12 روزه بود بین اسرائیل و حماس <تص> عذرخواهی میکنم و بین جولای و آگوست 2014 هم جنگ پنجاه روزه بود اسرائیل و حماس و دو تا درگیری و جنگ نسبتا کوچکتر در مقایسه با های قبلی بود بین نوام در نوامبر 2012 و در عواسط می 2021 ژانویه 2023 هم یه سری درگیری های رخ داد ولی نکته کلیدی من اینجا این هستش که تفاوتی که حمله قافلگیرانه حماس داره با نمونای قبلی این هست که این اقدام حماس به نوعی باعث شده که قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم در کوتاه مدت اگه نگیم از بین رفته به طور کامل با خدشه جدی روبرو شده و این بزرگترین چالش اسرائیل هست که بتونه این بازدارندگی رو ترجیحاً در کوتاهترین زمان ممکن احیا بکنه این یه واقعیت هستش به نظر من اسرائیل میتونه این بازدارندگی رو احیا بکنه ولی براش چالش بسیار زیادی داره یعنی به این راحتی هم نیستش ولی به نظر من میتونه این بازدارندگی رو دوباره احیا بکنه حتی اگر در کوتاه مدت به صورت فوری نتونه احیا بکنه برفرض میتونه در میان مدت در یک بازه زمانی مشخص بر اساس یک استراتژی دقیق و هوشمند همراه با نوعی صبر استراتژیک به این هدفش برسه بنابراین الان بزرگترین چالش اسرائیل احیای بازدارندگی است چون اگر بازدارندگی برقرار بود این حمله در این مقیاس خودش شکل نمی گرفت پس به نظر می رسه که این تفاوت این هستش که الان باید اسرائیل بتونه بازدارندگی رو ایجاد بکنه برای اینکه اسرائیل این بازدارندگی رو ایجاد بکنه نیاز داره به یک استراتژی جنگی به نظر من ترکیبی و در برابر این گروه های فلسطینی یکی از مسائلی که الان اسرائیل با شروع بروه هست این هستش که با توجه به اینکه این حمله قافلگیرانه انجام شده و به نظر میرسه که الان مثلا حزب الله گفته که فکر کنم اسماعیل حنیه اسخای میکنم اسماعیل هنیه گفته که ما این حمله رو میخوایم گسترش بدیم و الان ما عملیات های اسرائیل رو در سایه عملیات شمشیر های آهنین شاهد هستیم حملات هوایی بسیار گسترده ای رو به نوار غزه دارن انجام میدن و زمزمه های شنیده میشه برای اینکه مبنی برای اینکه احتمالا اسرائیل حتی عملیات زمینی رو به درون غزه انجام خواهد داد نکته کلیدی این هستش که چون باید در ترجیحاً کوتاه مدت این بازدارندگی از نقطه نظر راهبردی برقرار بشه که دیگه این گروه تروریستی نتونن دست به اقدام مشابه بزنن اون ابعاد عملیات اسرائیل باید وسیع گسترده و به طوری مرگبار باشه که این گروه تروریستی نتونن دوباره دست به چنین اقدامی بزنن هر گونه اقدامی که از نظر راهبردی یعنی اگر هدف راهبردی اسرائیل برای مقابله با حماس به گونه ای باشه که زیر این مقیاس باشه این خطر مطمئن باشید برای اسرائیل وجود داره که باز هم این گروه ها مثل حماس و جهاد اسلامی و بقیه این گروه های فلسطینی بخوان اقدام مشابهی رو انجام بدن بنابراین اون استراتیجیک دیلما اون معمای راهبردی که اسرائیل باهاش رو برو هست این است که بگونه ای اقدام انجام بده که اون اسکیل و مقیاس عملیات نظامش بسیار گسترده و وسیع باشه که بتونه اون بازدارندگی رو ترجیحا در کوتاه مدت اگر هم نشد در میان مدت و دراز مدت بتونه ایجاد بکنه ولی حتما مطمئن بشه که بازدارندگی ایجاد میشه ولی اوضاع هم از دست خودش خارج نشه یعنی کنترل اوضاع هم به گونه‌ای نشه که از دست خود اسرائیل خارج بشه چون این گروهایی که هستن مثل گروه حماس و اینا الان با کاری که انجام دادن باعث میشن که هزینه زیادی رو مردم در داخل خود غزه متحمل بشن برای این گروه مثل حماس این گروه فلسطینی مردم داخل غزه به هیچ وجه مهم نیست اونها سپره دفاعی هستن یا گوشت های دم توپ این گروه تروریستی هستن برای که به اون اهداف راهبردی خودشون برسن وقتی هم از هدف راهبردی این گروه ها صحبت میکنه مشخص است اون چیزی است که توی منشور خودشون گفتن از بین بردن اسرائیل و نابودی اسرائیل هست با خاطر همین کاری که گروه حماس انجام داده این هستش که از اینجا به بعد به احتمال زیاد همونطور که ما عملیات شمشیرهای آهنین رو داریم میبینیم در طول ساعت گذشته آغاز شده حملات بسیار بسیار وسیع به اون مراکز لوجستیک، مراکز فرماندهی و دپوهای تسلیحاتی تاسیسات نظامی و بقیه این زیر ساخت های ها گروه حماس جهاد اسلامی انجام خواهد شد در نوار غزه از طرف دیگه هم حماس در طول چند ماه گذشته شاید حتی قبلتر البته تو نوار غزه سعی کرده که هر چند درگیری های پیش بیاد به طور کلی خیلی نوار غزه رو با کانون اصلی جنگ و درگیری تبدیل نکنه یک آرامش خیلی نسبی و موقتی برقرار باشه که م... میگم خیلی از مواقع ممکنه بوده که اینطور نباشه ولی به حال در کانون اصلی جنگ و درگیری قرار نگیره که بتونه در زیر سایه حالا اون آرامش نسبی هم که وجود داشته اون زیر ساختا و توان نظامی خودش رو برای حملات راکتی ارتقا ببخشه در خود نوار غزه در جودا در ساماریا در اورشلیم و در لبنان یعنی اون ساماریا و جودا در کرانه باختری هستش به سمت شمال و بعد اون جنین این کار رو انجام بده و این ها رو انجام بده و سعی میکنه که میگم اون هدف راهبردی خودش رو پیش ببره بنابراین اینجا با توجه به حمله اسرائیل نوار غزه به احتمال زیاد شاهد حملات مهیب و سنگین و مرگبار اسرائیل خواهد بود یعنی احتمال حتی عملیات نظامی زمینی هم وجود داره یعنی اگر بخوام خیلی ساده بگم از نگاه از نقطه نظر راهبردی با اتفاقی که افتاده و با توجه به اینکه گفتن قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم در کوتاه مدت واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم با به شدت آسیب دیده و حتی از بین رفته به طور موقت راهی برای اسرائیل عملا وجود نداره که حماس رو در نوار غزه نابودش بکنه از طریق نظامی ولی هم با چالش های همراه است یعنی قطعا اسرائیلیا این رو به خوبی میدونن که چگونه باید یک عملیات نظامی محیبی رو انجام بدن که به اصطلاح اون دیترنس یا بازدارندگی رو ایجاد بکنن بدون اینکه کنترل اوضاع دستشون خارج بشه به نظر میرسه که حداقل از دیدگاه من استراتژیک اسرائیل استراتژی جنگی که به کار خواهد برد به صورت ایدئالش این خواهد بود که از نگاه من استراتژی جنگی ترکیبی خواهد بود متشکل از استراتژی اول از همه مرتبط با دکترین تنوفا یا مومنتوم که من این رو قبلا توی لایف های قبلی هم توضیح دادم توی اون بخشی که مربوط به استراتژی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی هست این دکترین مومنتوم یا تنوفا به طور اخص دکترینی هستش که یک جنرال آویف کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل تحریزی و پای ریزی کردش و الان به نظر می که جنرال هرتسی هالوی رئیس ستاد مشترک اسرائیل الان در مقتعی فعلی که این پست رو براهده داره به اون چالش که وجود داشت اجرای این دکترین تنوفا یا مومنتوم که به زبان فارسی میشه تکانه حالا چه لحاظ مالی چه از لحاظ نظامی و لوجستیکی احتمال داره که این دکترین با شدت و حدت بیشتری در کرانه باختری در نوار غزه پیگیری بشه برای اینکه تا اونجایی که بتونن اسرائیل رو بهش ز... به... حماس ضربه بزنن و عملا نابودش بکنن در نوار غزه به هر قیمتی تحت هر شرایطی چون اینجا بحث بحث واقع جنگ هستش و ما داریم منم حالا بیشتر دیدگاهم راهبردی و نظامی هست و اون معادله قدرت برای من مهمه توی تحلیل تا حالا مسائل دیگه نمیگم اونا مهم نیست ولی حداقل از لنز من اون معادلات قدرت بیشتر از نقطه نظر, نظر نظامی و امنیتی مهم هست این یه بود یعنی دکترین تنوفا هم، یا همون مومنتوم هست در لیول های بعدی بسته بستگی داری به اینکه در طول 48 ساعت آینده 72 ساعت آینده و روزهای آینده اون وقایع در خود میدان جنگ به شکل چه شکلی رقم بخوره چون اون چیزی که الان ما داریم میگیم سه داده هایی که ما داریم در اختیار داریم خیلی چیزها رو نمیشه حد زد و باید منتظر بود دید تحولات میدانی به چه سمتی خواهد رفت اون موقع میشه دقیق تر ارزیابی کرد ولی به حال این دکترین مومنتوم یک طرف است در مراحل بعدی بسته به اینکه چه اتفاقی بیفته و چقدر بتونه اسرائیل خودش رو تنظیم بکنه با هدفش در این مقابله با گروه مثل گروه حماس و جهاد اسلامی و برخی دیگر از گروه تروریستی میتونه نسبت به نوع واکنش گروه های فلسطینی چون به حال اونها ممکنه واکنش رو نشون بدن به مراحل بعدی گام بگذاره که دکترینه به نظر من مبام اینجا مطرح هست یعنی مقابله با اون موازه نیروهای حزب الله و موازه نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه اگر بخواد این عبادش گستره تر بشه و این دکترین بابام هم به طور مشخص برای مقابله با جمهوری اسلامی در اسرائیل هست در لول خیلی فراتر از اون بازم میگم بسته به اینکه که تحولات میدانی به چه سمت و سوی بره میتونه به دکترین اختاپوس که همون زدن برخی موازه مشخص هست علیه جمهوری اسلامی در درون ایران ببینید اینجا مسئله مردم نیست مسئله در مقابله اسرائیل با مردم ایران نیست بحث بحث فن نیست بحث نظامی است بحث بحث جنگ بحث جنگ قدرت هست و شوخی بردار هم نیستش بنابراین مباحث علمی هستش اگر ایده ناراحت میشن میتونن همین الان این سفر رو ازش خارج بشن چون اینجا کاملا من دارم بحث علمی انجام میدم اینکه حالا بخوام بیان الان بگن که فردی داره حمایت میکنه که اسرائیل بخواد حمله بکنه اینا نیستش ببینید جنگ قدرت هست جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هستش هیچ طرفی به نظر من با این حال که دارم این مسئله رو اشاره میکنم حتی به نظر من اسرائیل و حتی حماس حتی حماس هم به دنبال یک جنگ تمام عیار بزرگ نیست که بخواد ابعاد منطقه فراگیر پیدا بکنه پتانسیل وجود داره به نظر من یعنی اتفاقی که افتاده بسیار بسیار خطرناک است پتانسیل حتی وجود داره که این بعد از این اتفاق حتی یک جنگ بزرگ منطقه‌ای هم شک بگیره پتانسیل وجود داره ولی این پتانسیل بل قفس هنوز بلفل نشده و دلایل بسیار زیاده وجود داره که لزوما نخواد بلفل بشه از جمله این که گفتم حتی به نظر من حماس و حتی خود اسرائیل نمیخوان جنگ جنگ گسترده بشه ابعاد منطقه فراگیر پیدا بکنه یعنی اسرائیل به باور من دنبال یه سری پریسیژن استرایکس هست حملات دقیق به اهداف مشخص برای ضربه زدن به صورت حد اکثری اعمال بیشترین پین یعنی پین و سافرینگ یعنی تلفات از این گروه های تروریستی اگر نتیجه داد میتونه اون مومنتومش رو کمتر بکنه ممکنه توی کوتاه مدت به هدف راهواری خودش برسه دنبال جنگ تمام ایار منطقه ای نیستن اگر نشه اگر واکنش ها شدیدتر بشه اوضاع بخواد از کنترل خارج بشه واکنش ها رو بعد ببینیم چه به چه صورت خواهد بود بله ممکنه این از به قبل به بل تبدیل بشه ولی بازم اینجا یه فاکتور دیگه مهم است اونم نقش کشورهای منطقه هست الان ترکیه عربستان قطر اینا به نظر که دارن میانجیگری میکنن دارن طرفین رو دعوت به خیشتنداری میکنن برمیگردم به اون نکته هم که اون دکتری مومنتوم رو گفتم اگر XYZ به عنوان فاکتورها رخ بده میتونیم بریم به سمت دکترین مابام در سوریه و بعد توی لول بعدی حتی دکتورین اختاپوس یعنی مقابله اسرائیل با برخی اهداف در داخل ایران اهدافی که واقع برای جمهوری اسلامی نیروهای سپاه هست و مسالی از این دست احتمال داره که این لول از درگیری رو هم شاید باشیم احتمال هست ولی لزوما این که حتما ما به این سمت بریم ممکنه اینطور نشه ولی به حال نکته کلیدی من این استش که اسرائیل از نقطه نظر استراتژیک و راهبردی بزرگترین چالشی که باش رو برو هست این است که بتونه بازدارندگی رو به طور مؤثر ترجیحا در کوتاه مدت برقرار بکنه و ایجاد بازدارندگی موثر دست کم در کوتاه مدت برای اسرائیل نیازمند یک عملیات یا استراتژی جنگی ترکیبی بسیار سنجیده و دقیق است تا بتونه به این هدفش برسه پس این از استراتژی جنگی اسرائیل البته من فهم میکنم از اون طرف هم خب گفتم احتمالا حماس این این در واقع پیو به تنش مالیده که اون نوار غزه رو بخواد اسرائیل عملا حالا حتی عملیات زمینی انجام بده و عملا به صورت گسترده بخواد تخریبش بکنه و برای حماس هم مهم نیست چون اون هدف راهبردی خودش رو داره در مورد تاثیرش روی مسئله عادی روابط عربستان و اسرائیل و کل توافقات ابراهیم اینجا چند نکته وجود داره گفتم در کوتاه مدت الان واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم حماس تونسته زربشو رو به اسرائیل بزنه ولی در کوتاه مدت هست هنوز مونده در میان مدت و دراز مدت ببینیم چه اتفاقاتی رخ میده اتفاقا من فکر میکنم که کاری که حماس انجام داده به نوعی یه پاس گل به اسرائیل هم میتونه تلقی بشه چرا به این خاطر که در دولت نتانیاهو کلا اون فضای سیاسی که در اسرائیل بوده خب خیلی اختلافات بالا گرفته بوده و حتی انتقادات زیادی به دولت نتانیاهو بوده به خاطر اصلاحات قضایی که دولت نتانیاهو انجام داده بود و جنجال هایی که به وجود اومد حتی گفتم به این خودداری نیروهای ذخیره نیرو هوایی ارتش اسرائیل از خدمت کشید و, و موارد بسیار زیادی اون بحث سیویل میلیتری تنشنز تو خود اسرائیل کشید اما الان با توجه به اقدام تروریستی گروه حماس این شانس برای دولت نتانیاهو و شخص نتانیاهو اتفاقا به وجود اومده که به نوعی اتحاد بیشتری رو بین خود مردم اسرائیل از بین گروه های سیاسی مختلف ایجاد بکنه و اونا رو یک پارچه, پار تر بکنه در برابر تهدید موجودی که حس میکنن یعنی اونم این گروه های تروریستی هست مثل حماس و جهاد اسلامی و از طرف دیگه حتی میتونه برای اینکه این نبرد خودش رو پیش ببره به نوعی از این لزوم مقابلش با این گروه ها استفاده بکنه به عنوان یک عامل توجیه کننده در نگاه دولت بایدن که اهداف دیگه خودش رو هم تا اسرائیل پیاده بکنه یعنی ساخت شهرک های یهودی نشین و این موارد و حتی اون مخالفت های دولت بایدن رو نسبت به سیاست های دولت نتانیاهو رو بی اثر بکنه چون اینجوری میتونه دولت نتانیاهو در نگاه دولت بایدن جلوه بکنه که من این حق رو دارم که در برابر حمله ای که به من شده این حمله قافل گیرانه با اون تصاویری که ما دیدیم یعنی عملا تصاویری که ما داریم میبینیم حداقل من یاد اون اردامات تروریستی داعش افتادم این شکل سبویت و وحشیگری واقعا واقعا بی سابقه است البته خب ماهیت اینا همینطور هست ولی به هر حال این تصاویر کمتر دیده شده بود یعنی به هر حال این تصاویر تاثیر داره توی اون ارزابی های دولت بایدن یعنی میخوام بگم که برعکس اون که تصور میشه که جمهوری اسلامی شاید فکر میکنه که آدیسازی روابط اون روند سازی روابط اسرائیل و عربستان دیگه کنسله و میتونه یه جنگ منطقه‌ای بزرگ رو ایجاد بکنه اولا سابوتاژ بکنه اون روند عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل رو در کوتاه مدت برای چند روز چند هفته یا حتی چند ماه ممکنه ممکنه اونم صد درصد ممکنه که رخ بده ولی در میان مدت و دراز مدت به نظر من دولت نتانیاهو همچنان اون هدف راهبردی خودش رو میتونه پیش ببره و این فقط هم تصمیم راهبردی اسرائیل نیست خود عربستان محمد بن سلمان هم این تصمیم راهبردی رو گرفته که روابط تلاوی و ریاض در مدت و دراز مدت عادی بشه و خیلی از کشورهای منطقه هم به این قطار عادی سازی روابط پیوستن از جمله ترکیه و اون کشورهایی در چارچوب توافقات ابراهیم هستن امارات و بحرین و و بقیه کشورهایی که ممکنه به این توافقات هم بپیوندن در آینده حتی در مورد حماس یه نکته جالب می این هستش که همین ترکیه هم خب به حال اسماعیل هنیه بارها شده که اومده به ترکیه فکر کنم چند ماه پیش بود که سفری داشت به ترکیه ولی همین ترکیه هم چون در واقع سعی میکنن درازمدت نگاه بکنن هرچند مسئله فلسطین هم برای این کشورها مهم هست ولی نه به شکل جمهوری اسلامی ولی نگاه بکنه نوع بازی کشورها رو ترکیه چون اون هم هدف راهبردی داره که بخواد روابطش رو با اسرائیل تعمین بده گسترش بده دست کم از, از منظر اقتصادی کما که فکر میکنم وزیر انرژی ترکیه به اسرائیل سفر کرده باشه اگر هم سفر نکرده باشه الان در روزهای آینده سفر خواهد کرد بحث همکاری های اسرائیل و ترکیه به صورت گسترده در حوزه انرژی مطرح هست حتی قرار هستش که در طی هفته یعنی آینده حالا نمیدونم با توجه به این تحولات ممکنه که سفر نتانیاهو به هم بخوره معلوم نیست ولی حتی این مسئله تایید شده بود که نتانیاهو قراره به ترکیه سفر بکنه و بلافاصله اردوغان هم به اسرائیل سفر خواهد کرد ترکیه این هدف راهبردی رو با یک نگاه دوربینانه دیده بود که روابط عادی خواهد شد یعنی گسترش پیدا خواهد که دست در حوزه اقتصادی به خاطر همین حتی یک سری از عوامل حماس از ترکیه اخراج شدن از جمله ظاهر جبارین عضو دفتر سیاسی حماس که مدتی در ترکیه مستقر بود یعنی یه سری اقدامات ترکیه از قبل انجام داده بود بیشتر اون شاخه‌های نظامی و امنیتی حماس که در ترکیه بودن سعی کرد اونها رو اخراج بکنه یا بهشون بگه که برن از ترکیه بیرون و میخوام بگم که این اقدامات رو انجام داده بودن ولی خب ما الان میبینیم که جمهوری اسلامی به دنبال تنش در منطقه تنش زایی در منطقه هستش به خصوص بعد از اینکه اون 6 میلیارد دلار رو دولت بایدن آزاد کرد من بارها در های خودم گفتم که استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی فریب هست به محض اینکه این پول ها رو به دست بیاره اقدام به تنشزایی خواهد کرد دقیقا همه مثلا رخ داد فقط من نبودم اینو گفتم خیلی از تلاه دیگرم گفتم ولی به حال من با تاکید بر استراتژی به جمهوری اسلامی گفته بودم که جمهوری اسلامی هیچ وقت در منطقه آرام نخواهد گرفت پیروی میکنه از تئوری آشوب در منطقه خاور میانه و یک منطقه با صلح و ثبات برای جمهوری اسلامی یک کابوس است چون ماهیت جمهوری اسلامی بقا در شرایط آشوب و بحرانی است و اگر صلح و ثبات در منطقه برقرار بشه دلیل وجودی هم برای جمهوری اسلامی برای بودنش برای بقاش وجود نخواهد داشت و به محض اینکه پول ها رو گرفت عملا دوباره دست به تنش زایی زد و خب نکته هم اینجا هستش که واقعا این مسئله فلسطین چه ربطی به جمهوری اسلامی اساسا داره مگر جمهوری اسلامی مگر فقط مسلمانان در غزه و کرانه باختری هستند جمهوری اسلامی که ادعا میکنه مدافع مسلمانان و مستضعفین هستش چرا از مسلمانان جینجیانگ در غرب چین حمایت نمیکنه چرا اونجا صداش در نمیاد چرا جمهوری اسلامی از مسلمانان روهینگیا در میانمار حمایت نمیکنه چرا اونجا صداش در نمیاد چون بحث چین مطرح است چون اربابی اونجا به نام چین وجود داره چرا در مورد همین دولت روسیه همین پوتین بسیار بسیار در اتفاقا پس از جنگ اوکراین ما شاهد این هستیم که خیلی از سیاست هایی که دولت روسیه در پیش گرفته به نوعی علیه مسلمانان هستش چرا در مورد خود مسلمانان مثلا در قفقاز شمالی هیچی نمیگه چون ارباب پوتین اون بالا در رأس امور هست بنابراین اینها بازیست در تصویر کلی نگاه بخوایم بکنیم این تاکتیک های جمهوری اسلامی و این ادعاهای جمهوری اسلامی برای حمایت از مستضعفین و مسلمانان یک تاکتیک نخنما و پوسیده هستش که عملا یک مخاطب آگاه یک فردی که ذره نگاه علمی به مسائل داشته باشه به اونها نکخته نگاه میکنه قطعا خندش خواهد گرفت و عملا فاقد ارزش است دست جمهوری اسلامی دیگه رو شده و برای جمهوری اسلامی سخت هستش که بخواد این سیاست هاش رو بخواد پیش ببری ولی متاسفانه چون دولت بایدن سیاست مماشات رو در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفته این باعث شده که گروه های تروریستی جمهوری اسلامی بخوان اقدامات خصم خصمانه تری رو توی منطقه انجام بدن این سطح اقدامات تروریستی خودشون رو بالا ببرن برابر این گفتم بزرگترین چالشی که الان اسرائیل باش رو برو هست این هستش که بتونه که در ترجیحاً این زمان ممکن بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه و احتمال من میدم که باید بازم میگم ببینیم که تغییر و تحولات در خود میدان جنگ چگونه خواهد بود گفتم من فکر نمی کنم. همین الان که داریم صحبت میکنیم بعید به نظر میرسه که این جنگ ابعاد فراگیر منطقه گسترده پیدا بکنه الان دست کم دارم صحبت میکنم اینطور به نظر میاد یعنی فکر میکنم شرایط به این صورت خواهد بود که الان که حماس سعی کرده به اصطلاح از نگاه خودش یه ضرب شستی به اسرائیل نشون بده زهر چشم بگیره از اسرائیل که اگر بخوای روابط عادی بکنی با عربستان چنین اتفاقاتی در داخل اسرائیل رو خواهد داد اسرائیل سعی میکنه احتمالا در یک بازه زمانی مشخص وارد جنگ حتی دراز مدت با گروه تروریستی بشه گروه های تروریستی فلسطینی مثل حماس و مکسیموم دمیج رو به اونها بزنه بیشترین آسیب و خسارت و تلفات جانی رو ازشون بگیره م... یعنی فکر میکنم این کار رو انجام خواهد داد بدون اینکه اوضاع بخواد از کنترل خارج بشه ولی ممکنه این پتانسیل هم وجود داره که جنگ ابعاد فراگیر منطقه پیدا بکنه و از کنترل هم خارج بشه این احتمال هم هست ولی دستکم در مقطع فعلی فکر میکنم که اسرائیل برنامهش اینه که در کوتاه مدت یا میان مدت بیشترین ضربه رو بزنه و بتونه در سریعترین زمان ممکن با در نظر گرفتن تمام فاکتورها و متغیرها بازدارندگی موثر رو ایجاد بکنه دوستان ممنونم که در خدمت ممنون بودم که من خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودم اگر دوستان سوالی دارن من در خدمت شما هستم چون امروز واقعا روز بسیار شلوغی برای من بوده و کماکان هم شلوغ خواهد بود اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم گفتن همه جای ایران دارن میان توی خیابون ارزشی ها به دلیل این اتفاق خب به حال اونا آزاد هستن که به حال هر جوری میخوان عمل بکنن معادلات در میدان جنگ رقم خواهد خورد یعنی در خود میدان جنگ واقعیات خودش رو نشون خواهد داد کما این که من گفتم جمهوری اسلامی در تحلیل نهایی در میان ماده و دراز مدت هیچ راهی نداره جز اینکه واقعیات را حزم بکنه واقعیات جدید جیوپولیتیکی را حزم بکنه یا از همین واقعیات و معادلات جدید جیوپولیتیک حزم میشه بله جمهوری اسلامی این توانایی رو داره که دست به آشوب بزنه این ذات و ماهیت جمهوری اسلامی است ولی این تاکتیک های جمهوری اسلامی در میان مدت و دراز مدت نتیجه نمیده بکلش میکنه یعنی تاثیر خاصی نخواهد داشت چون گفتم کشورها دیگه مسیر توسعه اقتصادی رو میخوان در پیش بگیرن و این مسیر توسعه اقتصادی که اتفاقا برای جمهوری اسلامی اصلا مهم نیست اصلا به فکر این نیستش که مردم به اون مسیر توسعه سوق داده بشن و ایران اون رنگ آبادانی و توسعه رو ببینید فقط کشورهای دیگه منطقه از عربستان امارات قطر ترکیه اینا همه به دنبال همه مسئله توسعه اقتصادی و همکاری اقتصادی هستن در حوزه‌های مختلف تکنولوژی فناوری و اقتصادی و و بقیه مسائل بنابراین اسب بازنده در درازمدت مدت جمهوری اسلامی است بدون شک <تص> به نظر شما ما مردم داخل ایران باید آماده باشیم تا کار احتمالی که اسرائیل شروع کرد و ما تموم کنیم ببینید ما نباید منتظر اسرائیل باشیم نباید منتظر هیچ قدرت خارجی باشیم اسرائیل هم در راستای منافع خودش داره گام بر داره تمام کشورها در راستای منافع خودشون گام بر میدارن این مردم ایران هستن که باید در مورد خودشون تصمیم بگیرن تو این بخش توپ در زمین خود مردم ایران هست فارغ از اینکه اه اسرائیل اه بخواد حالا چه اقداماتی رو بکنه یا نکنه ممکنه زمینه ها به نوعی رقم بخوره که به نفع مردم ایران باشه ولی در تحلیل نهایی باز حتی اگر این معادلات و شرایط به نفع مردم ایران بر فرض رقم بخوره باز هم توپ در زمین مردم ایران هست هیچ کس نمیاد مردم ایران رو بلند بکنه که برای منافع خارجی ها یا منافع خودشون حتی ایرانی ها کاری بکنن این خود مردم ایران هستن که باید تصمیم بگیرن و عملا نباید هیچ کدوم اتکای راهبردی به هیچ قدرت خارجی داشته باشیم میتونن کمک بکنن ولی اتکای راهبردی به قدرت خارجی برای مردم ایران خودش یک خطای راهبردی بزرگ است به باور من حداقل اه... خب من اینجا یه سری کامنت من اینجا وقتی که داشتم یوتیوب لایو رو میذاشتم اه... اینجا من داشتم یوتیوب رو جواب یوتیوب رو برای برنامه امروز تنظیم میکردم یوتیوب معمولا یه گزینه ای داره وقتی که شما میخواید لایو یوتیوب رو انجام بدید که میگه باید تایید بکنید که آیا این ویدیو برای کودکان مناسب هست یا برای کودکان مناسب نیست من تو این ویدیو زدم این ویدیو برای کودکان مناسب نیست چون حدس میزدم که به حال یه سری افاده پوک مغزی که نه سواد روابط بین الملل دارن و نه درک و شعور روابط بین الملل دارن از اکابر بلند شدن و حوزه علمی و اینجور جاها و چند تا شاید هیئت ازاداری و اینها اینا ممکن اینجا بیان بنابراین این ویدیو برای It's not made for kids برای بچه هایی که فهاش هستن ساخته نشده اه... خب چون افراد بالغ معمولا خیلی محترمانه متمدنانه سوال میکنن سوالشون رو مطرح میکنن مثل دوستانی که اینجا هستن و جواب خیلی منطقی هم میگیرن و این فخاشی و تیک انداختن و این موارد فاقد ارزش هست در واقع اینو کار بچه ها و کودکان هستش که خب جمهوری اسلامی هم خیلی خوب در زمینه پرورش کودکان ایدئولوژیک بسیار بسیار ماهر هست همین وحشی بازی که نیروهای حماس و اینا دارن انجام میدن این کار رو انجام میدن اینا در واقع به نوعی خودش معید همین بحث بنده هست بله دوستی اشاره کرده که قلب آدم درد میگیره وقتی آن خانم موسن را برای گروگان با خودشون بردن غزه خب ببینید ماهیت این گروه ها هست و کار جز این بلد نیستن مگر در سوریه جمهوری اسلامی با حزب الله و بقیه گروه ها که ازشون حمایت میکرد چه کار انجام داد تازه خیلی از گفتم جنایات جمهوری اسلامی در سوریه پنجاه سال دیگه 20 سال دیگه بعد از رفتن جمهوری اسلامی مشخص خواهد شد خود من دست کم میگم دوازده سال فقط در مورد پروژه سوریه پژوهش و تحقیق کردم و حداقل میگم الان یه مقدار جنگ اوکراین بیشتر مطرح هست و حتی همین جنگ حماس و اسرائیل به نوعی پرونده سوریه داره خاک میخوره ولی بدون تردید جنایاتی که جمهوری اسلامی در سوریه برای حفظ بشار انجام داد از جیب مردم ایران به نام ایران و بدنام کردن ایران به انجامید بسیار از این جنایات اینها جنایاتی که انجام دادن براتر از اون چیزی هستش که بخواد تصور بکنیم و این اقداماتی هم که الان در اسرائیل انجام دادن در راستای همون دکترین مدیریت توحش جمهوری اسلامی هست من این مدیریت توحش رو از قصد این واژه رو انتخاب کردم The Management of Savagery هست دکترین توحش داعش بود که پایریزی شده بود و به نظر من جمهوری اسلامی ورژن شیعه داعش هست و همین مدیریت توحش رو نه تنها در ابعاد داخلی در ایران بکار کار برد بلکه در ابعاد منطقه‌ای در سوریه و همین الان بین گروه حماس و اسرائیل داره پیش میبره خب دوستان من فهم می‌کنم که تمام مباحث رو تقریباً حالا تمام کنه ولی خیلی از مباحث رو سعی کردم که بهش ای 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 اشاره بکنم بله اصل خب اصل قافلگیری رو الان حماس تونست اجرا بکنه ولی نکته کلیدی این هستش که این اصل قافلگیری در کوتاه مدت احتمالا نتیجه خواهد داد چون وقتی یک اقدامی رو از نظر نظامی انجام میدید یا به لحاظ راه بردی باید تمام جوانب کار رو بسنجید یعنی ببینید در میان مدت چه نتیجه میتونه بده در دراز مدت چه نتیجه میتونه بده سناریوهای مختلف رو بررسی بکنی کاستن سود و زیانش رو بسنجی به نظر من اقدامی که حماس انجام داد از نقطه نظر نظامی واقعا قابل درک نیستش هرچند قافل گیرانه بوده دلالش رو گفتم که چرا این کار رو انجام دادن اهداف راهبردی رو هم گفتم ولی من فهم میکنم که گفتم در کوتاه مدت این ممکنه نتیجه بده وقتی میگم کوتاه مدت یعنی چند روز و چند هفته ولی در میان مدت و دراز مدت اقدام تروریستی حماس به ضرر خودش تبدیل خواهد شد در تمامی مواردی که گفتم از جمله عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل این احتمال وجود داره بازم تحلیل من وحی منزل نیستش ولی من سعی میکنم که تحلیلی که نزدیک به واقعیت هست رو خدمت شما اشاره بکنم به حال زمان نشون خواهد داد که تحلیل درست عذاب در خواهد اومد یا غلط عذاب در خواهد اومد ولی به حال که در طی 48 ساعت آینده و 72 ساعت آینده چه اتفاقی میفته چون این 48 ساعت و 72 ساعت آینده بسیار بسیار سنویساز هست به ما یه تصویر کلیتر و نسبتا دقیق تری رو میده که ببینیم چه اتفاقی میفته به همین شکل عملیات اسرائیل میمونه محدود جنگ محدود یا نه عباد فراگیرتری فرا به خودش خواهد گرفت به حال دوستان از شما ممنونم خیلی ممنون که با من همراه بودید به طور قطع اگر ابعاد این بحران گسترده تر شد من با لایف های بیشتری در خدمت شما خواهم بود و سعی میکنم که در این مورد از بیشتر نقطه نظر استراتژیک و نظامی بحث بکنم فعلا تا روزهای آینده که در خدمت شما باشم همه شما رو با همه شما خداحافظی میکنم بدرود موفق و پیروز باشید خدا نگهدار